دستگیر شدن داوود سلطانزوی در عمل زنا در روز عاشورا. مردم خشمگین شهرک را داوود سلطانزوی بدنام ساخته پارش میکنیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت بلاست خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. ابو مسلم شیرزاد روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: تازه باشندگان شهرک عمرگلستان ناحیه نام شهر کابل جمع شده و میگویند که شهرک بدنام شد. این مقام حکومتی هنوز هم در داخل آپارتمان دروازه را بالایش قفل کرده یا بیرون شده به مردم پاسخ بگوید و یا رفته به نرخ شاروالی لطکوب میکنیم. در حال است که مسلم شیرزاد روی صفحه فیسبوکش قبلا نگاشته بود: همی قطعه سفریه کجاست؟ شهرک عمرگلستان در محاصره پلیس، اما کسی پاسخگو نیست. در شهرک عمرگلستان ناحیه نام شهر کابل چه گپ است؟ در همین حال بشیر احمد قاسانی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: پلیس در منزل‌های ششم، هفتم و هشتم شهرک گلستان جابجا شده است. مردم در پایین بلاک‌ها خشمگین هستند. در همین حال نوید سلطانی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: شهرک عمرگلستان در محاصره پلیس. گفته می شود شاروال کابل در این شهرک از سوی مردم مورد لطکوب قرار گرفته است. دلیل این لطکوب دقیق روشن نیست، ولی شاید شاروال کابل به خاطر هواکش‌های منازل رفته باشد. نوید سلطانی همچنان نگاشته بود: وزارت امور داخله موضوع را رد می کند، همسایه ها تایید می کند، جزئیات بیشتر در دسترس نیست. اما برخی رسانه های اجتماعی گزارش می دهند که در حین زنا بالفعل توسط مردم دستگیر شده است. خبرگزاری پایتخت روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: در رابطه با رویداد شهرک عمرگلستان واقع مقروریان سوم شهر کابل چه می دانید؟ اطلاعاتتان را با ما شریک سازید، هویت شما محفوظ می ماند. در همین حال نوار کوتاه به نشر رسیده که گویا حکایت از عمل بد داوود سلطانزوی در شهرک را می کند. جزئیات بیشتر خبر تا لحظات بعد. در همین حال از عاشورای حسینی در کابل گرامی داشت شد. به گفته مسئولان تکیه خانه ها، یک قسمت زیاد نظر و خیرات مراسم عاشورا را برای بازمانده های سیلاب های پروان اختصاص دادند. برگزار کننده های مراسم عاشورا در کابل میگویند به دلیل تهدیدهای امنیتی مراسم عاشورا نسبت به سالهای قبل کمتر برگزار می شود. از سوی هم ویروس کرونا یکی دیگر از دلیل هایی است که مردم کمتر در مراکز مذهبی می آیند. مسئولان در تکیه خانه قهرمان کربلا در کابل میگویند آنان در کنار این که نذر و خیرات در کابل توزیع می کنند، یک قسمت زیاد آن را برای بازمانده های سیلاب پروان اختصاص دادن و قرار است این کمک ها فردا به شهر چارکار فرستاده شود. اشتراک کننده ها در مراسم عاشورا میگویند: امام حسین تنها مربوط به قوم نیست و مبارزات او در راه اسلام الگوی از همدیگر پذیری است. در همین حال خبرها می رسانند که انفجار در کابل نیز به وقوع پیوسته است. پلیس کابل امروز یک شنبه نویسان بلد در خبرنامه می گوید که در یک انفجار در شهر کابل یک تن کشته و یک تن دیگر زخم برداشته است. به نقل از تولو نیوز در خبرنامه آمده است که این انفجار حوالی ساعت 7:45 دقیقه شب گذشته در منطقه قلعه میر عباس در مربوطات حوزه نهم هنگام رخ داد که نیروهای امنیتی در جریان بررسی محل از یک خانه مشکوک در این انگام یک ماین خود ساخته در داخل این خانه انفجار کرد. خبر می افزاید که بررسی های ابتدایی پلیس نشان می دهد که در این خانه افراد مصروف آماده سازی ماین بودند
که هدف ماین خودشان قرار گرفتند. پلیس در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. در این حال مقام‌های صحی در شفاخانه ملکی پروان میگویند که شمار جان باختگان سیلاب‌های پروان به 120 نفر افزایش یافته است. عبدالخلیل حیدری سرطبیب شفاخانه ملکی این ولایت روز یکشنبه نویسان بالا به روزنامه 8 صبح گفت که آمار جان باختگان ناشی از سیلاب‌ها در پروان به 120 تن و آمار زخمیان نیز به 128 تن رسیده است. و افزوده است با توجه به ناپدید بودن برخی از اجساد احتمال دارد که شمار جان باختگان سیلاب ها طی روزهای آینده افزایش یابد. با این حال آقای حیدری تصریح کرد که شمار زخمیان این رویداد به دلیل گذشته 4 روز از جاری شدن سیلاب ها همچنان ثابت باقی خواهند ماند. ولایت پروان بامداد روز چهارشنبه 5 سنبال شاهد جاری شدن سیلاب های متحشه بود که در نتیجه آن خسارات جانی و مالی زیادی به مردم وارد شد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفته است که این سیلاب‌ها در ولسوالی‌های چاریکار، سیاگرد و شینواری جاری شده است و در نتیجه آن 4000 خانواده زیان دیدند. بر اساس آمارهای این وزارت 2000 منزل مسکونی، صدها جریب زمین و صدها متر سرک در نتیجه این سیلاب‌ها تخریب شده است. این در حالی است که در مجموع 14 ولایت افغانستان در جریان روزهای اخیر شاهد جاری شدن سیلاب ها بوده که در نتیجه آن بیش از 180 تن کشته و بیشتر از 250 تن زخمی شدند. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار، کامگار و بهروز و سرفراز باشید.